همراه هستیم با مرتضی انباری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از ویرجینیا. آقای انباری، به نظر شما گفتگوی آمریکا و سه کشور اروپایی واجد چه پیامی به ایرانه؟ با درود به شما. این گفتمان غرب، مثلا سران غرب، کشورهای غرب، با توجه به خطکشی های شرق و غرب و مسئله اوکراین و مسئله انرژی که معادله ایران هم در اون گنجیده شده، با فشاری که اروپا بر آمریکا برای معامله با ایران و آزادسازی نفت ایران میکنه و آمریکا از اون استفاده میکنه برای فروختن معامله با جمهوری اسلامی که نیروهای نظامیش رو هنوز در لیست تروریست ها نگه داشته، از لحاظ سیاسی لقمه های بزرگی است. و این پیام من فکر میکنم بیشتر برای طرفداران غرب هست تا ایران. ولی به ایران پیامی که میگه ما بالاخره از مسئله هسته‌ای و نفوذ شما در ناآرامی‌هایی که در خاورمیانه ایجاد می‌کنید دست بر نمی‌داریم، و یک نگرانی‌هایی که غرب داره از افتادن ایران در دامن شرق در این زمان خط‌کشی، و این شاید معادلات رو یه مقدار عوض کرده و اروپا بسیار فشار میاره که در مسئله زمانبندی رفع تحریم ها قبل از اینکه برگشت هسته‌ای ایران انجام بشه یک مقدار مسئله رو برای آمریکا مشکل کرده. و این پیام بیشتر من فکر میکنم برای جمهوری خواهان در کنگره و مخالفین برجام در آمریکا بود. آیا اوانی، بعد از 2 سال مذاکره، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشته اطلاع رسانی به مردم مهم نیست، مهم نتیجه مذاکراته. بر چه اساسی پنهانکاری در روند مذاکرات که به سرنوشت مردم مربوطه رو توجیه میکنن اینا؟ توجیه جمهوری اسلامی هیچ وقت مثل توجیه دوزاست که میگه وقتی دوزی میکنی پنهانکاری کن دیرتر معلوم میشه. ولی بالاخره بعد از 43 سال فهمیدیم، مردم ایران فهمیدن که جمهوری اسلامی با رفتار بین المللیش چه ضرر بزرگی به مردم زده. حالا مشکلی که دارن، مشکل اینه که میخوان به مردم بگم 20 چند سال خرج کردیم، برنامه هسته‌ای رو پیش بردیم و حالا باید عقب‌گرد کنیم. این یک مشکل. مشکل اینه که ما سپاه پاسداران قویمونو، کشوری که باش معامله کردیم، که باش مذاکره نمی کنیم معامله کردیم، هنوز تروریست میدونه. این برای ایران هم به همون اندازه مشکله که بایدن مشکل داره به طرفداراش یا به اسلام مخالفین برنامه برجام ثابت کنه. ولی جمهوری اسلامی، شفافیت جمهوری اسلامی در هیچ زمان 40 و چند سال دورش به مردم شفاف نبوده. تمام پولهایی که خامنه ای از سر درآمدهای ایران برمی‌داره به مردم پنهانه. این شرکت هایی که درست کرده که معلوم چیکار میکنن، فقط مسئول سرکوب هستن، مردم نمیرن چقدر پول خرج میکنه. اون وقت میان میگن که ما چقدر چند میلیارد دلار پول نقد گرفتیم از دشمنمون. چیزی هم ندارن بهش ادعا کنن. اینکه یک عقب‌گرد هسته‌ای کردن و سپاه پاسداران هم نتونستن آزاد کنن، فقط 4 ماه فرصت گرفتن اونا تحریما رو رفع کنن، بعد اینا عقب‌گردشون رو بکنن، بهشون فرجام عقب‌گرد دادن.